به نام خدا، من محمد ثقفی منش هستم و با آموزش آردوینو در خدمت شما هستم. قبل از اینکه وارد پروژه های عملی بشیم، یه سری نکات رو با هم بررسی میکنیم. اول از همه اینکه بردهای آردوینو تنوع بسیار بالایی دارن و هر کدوم برای کاربردهای خاصی طراحی شدن. مدلی که ما ازش استفاده میکنیم مدل آردوینو یونو R3 هست که توسط خود سایت آردوینو به عنوان یک برد مرجع داخل بازار هم به راحتی پیدا میشه و هم پروژه های اون کاملا اوپن سورس هست. البته تمام پروژه های آردوینو تقریبا اوپن سورس هستن و شما کتابخونه ها و ماژول ها رو به راحتی میتونید تهیه بکنید. ولی خب باز مدلی که توسط خود آردوینو پیشنهاد شده مدل یونو R3 هست و ما همون مدل رو برای پروژه های خودمون انتخاب میکنیم. در ادامه چند تا از سنسورها و ماژول های آردوینو رو داخل تصویر میبینید که داخل این آموزش ازشون استفاده میکنیم، مثل ولوم، جویستیک و دیگر ماژول های سنسورها. دقت کنید که تنوع ماژول ها و سنسورها هم بسیار بالا است. در این قسمت اسلاید تصویری از برد آردوینو یونو مدل R3 رو میبینیم که ما داخل این آموزش به عنوان برد مرکزی یا مرجع خودمون ازش استفاده میکنیم و تمام پروژه ها رو با وصل کردن یک یا چند تا از این ماژول ها به همین برد ادامه میدیم. دوستان، چه کسانی میتونن مخاطب این دوره باشن؟ تمامی دانش آموزان، دانشجوها و افراد علاقمند به دنیای رباتیک، هوش مصنوعی و الکترونیک میتونن مخاطب خوبی برای این دوره باشن. کسانی میتونن توی حرفه و شغل خودشون توی عصر حاضر موفق باشن که بتونن کسب و کارهای خودشون رو با این پیشرفت تکنولوژی سازگار کنن. در ادامه چند تا از کسب و کارهایی که خیلی تحت تاثیر این پیشرفت تکنولوژی و هوش مصنوعی در طی سالهای اخیر و سالهای آینده قرار میگیرن رو با هم بررسی میکنیم. اولین کسب و کاری که خیلی تحت تاثیر پیشرفت تکنولوژی قرار گرفته حوزه پزشکی است، چرا که دستگاه‌های ربات‌های جراح به صورت روزانه دارن آپدیت میشن و قابلیت‌های خودشون رو افزایش میدن توسط تکنسین‌هایی که اونها رو برنامه‌نویسی میکنن و میتونن از یک قسمت دیگه از دنیا به راحتی یه عمل جراحی خیلی پیشرفته رو در قسمت دیگه از دنیا فقط توسط چند تا سنسور و چند تا کنترل کننده مدیریت کنن. کسب و کار بعدی که خیلی تحت تأثیر پیشرفت تکنولوژی قرار گرفته بحث ایبیابی دستگاه ها است. حالا از یه دستگاه کوچیک خونگی مثل تعمیرات لوازم خونگی گرفته تا دستگاه های بزرگ صنعتی مثل لوله های انتقال نفت گرفته که امروز توسط ربات ها ایبیابی میشن، زخامت هاشون هر جا کمتر شده باشه داخل نرم افزار مانیتور میشه و به راحتی میتونن قبل از اینکه یک انفجار یا یک اختلال داخل اون سیستم مثلا انتقال گاز یا نفت اتفاق بیفته اون رو پیش بینی کنن، یا حتی دستگاه‌های لرزنگاری که به صورت هوشمند با دریافت سیگنال‌هایی که از سطح زمین ساطع میشه میتونن حتی زمین لرزه رو هم پیش بینی کنن. و خب این تکنولوژی‌ها به صورت روزانه داره آپدیت میشه و هر روز قابلیت‌های جدید به اونها اضافه میشه. عزیزان، کسب و کار بعدی که خیلی تحت تأثیر پیشرفت تکنولوژی قرار گرفته حوزه هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی است. امروزه ربات‌هایی وجود داره که فقط با نوشتن یه سوال از اونها درخواست یک کد میکنیم و کد اجرای یک نرم افزار، ساخت یک اپلیکیشن و یا حتی یک کد آردوینو رو میتونه براتون کاملا بنویسه. البته اینها همه دارای باگ هایی هست که به صورت روزانه داره رفع میشه و آپدیت های جدید داره جایگزین باگ های قبلی میشه. و اما کسب و کار بعدی که خیلی تحت تاثیر پیشرفت تکنولوژی قرار گرفته خودروهای خودران یا هوشمند هستن. اگه دقت کنین امروز دیگه اکثر خودروها فقط کافیه که مبدأ و مقصد خودتون رو مشخص کنید و به راحتی خودشون رانندگی میکنن، راهنما میزنن، لاین ها رو عوض میکنن، سرعت رو کم و زیاد میکنن و دیگه حتی نیاز به رانندگی شما هم نیست. اکثر اونها به سنسورها و تجهیزاتی مجهز شدن که میتونه حضور یک شخص در اطراف اون، امکان وقوع تصادف و خیلی موارد دیگر رو پیش بینی بکنه و به راحتی از وقوع اونها جلوگیری بکنه. دوستان، قبل از اینکه وارد پروژه‌های عملی خودمون بشیم، یه سری نکات رو باید بهش دقت کنیم و بدونیم. مورد اول این که ما کلاً توی دنیای الکترونیک چند مدل سنسور داریم، یا ورودی خروجی چند مدل بیشتر نداریم. یا آنالوگ هستن یا دیجیتال یا پالسی. پالسی رو فعلا باهاشون کاری نداریم. آنالوگ و دیجیتال مفهومش چیه؟ از آن دقت کنید هر چیزی که
کلن دو حالت بیشتر نداره میشه دیجیتال. کلید لامپ خونگی یا قطع یا وصله یا صفر یا یکه تو دنیای دیجیتال. پس کلن دو حالت بیشتر نداره، یه دونه ورودی دیجیتال محسوب میشه. یا مثلا یه دونه لامپ رو در نظر بگیرین، اگه قطع و وصل بودنش رو بخوایم در نظر بگیریم، یا خاموشه یا روشنه، پس یه خروجی دیجیتال محسوب میشه. حالا تفاوت ورودی با خروجی چیه؟ یه سری سنسورها، یه سری ادوات هستن که اطلاعاتی رو از اون بوردی که ما داریم از بیرون میفرستن روی بورد. مثلا شما کلید رو فشار میدین، یه سیگنال میفرستین روی بورد، یا ولوم رو میچرخونین یا دما رو میخواین بخونین، یه چیزی از بیرون وارد بورد میشه، پس میشه ورودی شما. یه زمانی هست شما میخواین چیزی رو کنترل کنین، مثل رله، مثل لامپ. زمانی که شما یک لامپ رو میخواین کنترل بکنین، توسط اون بورد خودتون یه سیگنال رو به صورت صفر یا یک، یا حالا اگه بخوایم نورش رو کم و زیاد کنیم به صورت آنالوگ، میفرستیم روی LED خودمون یا روی لامپ خودمون. پس تفاوت ورودی و خروجی رو ما اینجا میتونیم راحت لمس کنیم. حالا دیجیتال رو گفتیم یا صفر یا یک، حالا آنالوگ چیه؟ دقت کنین، فرض کنین به جای اینکه یه لامپ رو بخوایم قطع و وصل بکنیم، میخوایم نورش رو از یه حد کمی تا یه حد زیادی تا نهایت مقداری که داره کم کم افزایش بدیم. ببینین اگه این قسمت رو کمترین مقدار و این قسمت رو بیشتر مقدار در نظر بگیریم، توی حالت دیجیتال ما فقط کمترین و بیشترین حالت رو داریم، اما توی حالت آنالوگ از کمترین مقدار شروع میکنیم، آهسته آهسته میایم بالا و به نهایت مقدار میرسیم. یعنی این بازه بین رو هم شامل میشه. لامپ ما از حالتی که خاموش هست تا زمانی که به بیشترین مقدار خودش میرسه این بازه رو شامل میشه و میگیم که یه دونه خروجی آنالوگ داریم. حالا فرض کنین میخوایم یه مقدار شدت نور محیط رو بسنجیم، از حالتی که کاملا تاریک هست تا یه مقدار بالایی که دیگه اون سنسور ما میتونه بسنجه، یه بازه آنالوگ رو شامل میشه، چون شدت نور محیط میتونه کم کم افزایش پیدا بکنه. پس تفاوت سنسورهای دیجیتال با آنالوگ رو اینجا با هم فهمیدیم. دوستان، برد اصلی که ما داخل آموزش خودمون ازش استفاده میکنیم، برد آردوینو یونو مدل R3 هست. شما میتونید مدل مختلفش رو تهیه بکنید. یه مدل داره این IC یا این میکرو کنترلش به برد چسبیده، بهش میگن SMD، یا این مدلی که میکروش جدا میشه. هر کدوم رو تهیه بکنید برای آموزش کاملا جوابگو هست و مشکلی نداره. ولی خب مدل بهتر یا با کیفیت ترش این مدلی که در واقع میکرو کنترلش جدا میشه. ببینیم که قسمت‌های مختلف این بورد رو با هم بشناسیم. دقت کنید یه جک ورودی داره که توسط یه کابل مشابه کابل‌های پرینترها به لپتاپ خودمون متصل میشه. من کابلش رو اینجا خدمتتون نشون بدم. یه قسمت به لپتاپ متصل میشه و قسمت دیگه به بورد آردوینو متصل میشه. خیلی خوب. یه میکرو کنترلر داره، این شد جکی که ما به لپتاپ متصل میکنیم و کد خودمون رو زمانی که نوشتیم توسط همین جک روی بورد خودمون ارسال میکنیم. یه دونه جک پاور داره، زمانی که شما کد خودتون روی این بورد آپلود کردین و میخواین ببرین داخل یه محیط دیگه که به لپتاپ دسترسی ندارین اونجا استفاده بکنید، یه دونه آداپتور به اینجا وصل میکنید تا بورد خودتون روشن بشه. چند تا قسمت خیلی مهم داخل این بورد داریم که من همه رو خدمتتون عرض میکنم. از پایه شماره 0 تا پایه شماره 13 قسمت دیجیتال بورد آردوینو هست، یعنی پایه‌های دیجیتال هستن. میتونید با اونها همون LED هایی که گفتم رو خاموش و روشن بکنید، یا یک سنسوری که دیجیتال هست مثل یک کلید رو توسط این پایه‌ها بخونید. و از پایه شماره A0 تا پایه شماره A5 حوزه آنالوگ بورد آردوینو هست. البته دوستان دقت کنید کنار بعضی از این پایه‌هایی که اینجا هست یه خط کوچیک داره، مثل کنار پایه شماره 3 یه خط کوچیک داره که نشون میده این پایه‌ها قابلیت کنترل یه خروجی آنالوگ رو هم دارن. چند تا چراغ این وسط داره، یکی از چراغا که همیشه روشنه بعد از اینکه بورد به برق متصل کردین و نشون میده که هیچ اتصالی داخل مدارتون نیست. اگر زمانی شما یک ماژور رو به بورد خودتون متصل کردین و دیدین این چراغ خاموش شد، البته روی بوردهای مختلف ممکنه این چراغ جاهای مختلفی باشه، ولی یه چراغ معمولا سبز یا زرد رنگ هست که همیشه روشنه. اگر این چراغ خاموش شد احتمالا سیم هاتون رو اشتباه وصل کردین و بوردتون ممکنه بسوزه، پس خیلی سریع سیم ها رو جدا بکنید و اتصال خودتون رو بررسی بکنید. دو تا چراغ اینجا داره، کنارش نوشته شده TX و RX. زمانی که شما کد خودتون رو دارید آپلود میکنید روی بورد، این دو تا چراغ شروع به چشمک زدن میکنن. زمانی که از روی بورد میخواین اطلاعات رو بفرستین روی لپتاپ، چراغ TX میزنه، و زمانی که اطلاعات از روی لپتاپ میاد روی بورد،
چراغ RX میزنه. این قسمت یه پایه 5 ولت داریم، من تو دوربین قشنگ نشونتون بدم، و دو تا پایه GND. دقت کنید دو تا پایه GND این سمته، یکی هم این طرفه. سه تا پایه GND یا گراند یا زمین داریم که اکثر ماژول هایی که ما رو اندازی میکنیم به حد اقل یه دونه پایه GND و یه دونه پایه 5 ولت برای رو اندازی ولتاژ خودشون یا تأمین تغذیه خودشون نیاز دارن. بقیه قسمت ها رو فعلا باهاشون کاری نداریم. شد یه قسمت جک ورودی برای آپلود کد خودمون روی برد آردوینو. این بغل یه دونه کلید کوچیک داره که اگه فشارش بدین برد آردوینو تو هر مرحله از اجرای کد که باشه یه بار ریسیت میشه. یه دونه جک ورودی برای تأمین تغذیه و پاور، میکرو کنترلر، قسمت تغذیه مثبت و منفی ها، ورودی های آنالوگ و قسمت دیجیتال برد آردوینو که از این دو قسمت ما بیشترین استفاده رو داریم برای کنترل کردن پایه های خودمون، و از این قسمت یعنی مثبت 5 ولت و منفی ها یا همون گراند ها که همه به هم وصل هستن برای تأمین تغذیه بقیه ماژول ها استفاده میکنیم. ما اینجا صفحه بردبورد یا همون صفحه مونتاژ رو داریم. از این صفحه، از این قطعه برای چه مواقعی استفاده میکنیم؟ شما یک مدار الکترونیک رو میخواید تست بگیرید. قبل از اینکه برید پی سی بزنید بردهاشو اتصالات رو لحیم بکنید، بیان اول با چند تا سیم جامپر از این سیمای معمولی وصل میکنید توی قسمت‌های مختلف این مدار، مطابق اون نقشه‌ای که دارین روی بردبورد مدار خودتون رو می‌بندین. اگر پروژه شما جواب داد، اون زمان اون رو منتقل می‌کنید برای لحیم کردن و تست‌های نهایی. خب حالا این بردبورد چطور کار می‌کنه؟ یه سه راهی در نظر بگیرین. اینجا ما یه چند راهی داریم. قشنگ بردبورد مفهوم سادهش همینه. ما یه سری لاین داریم اطراف و یه سری این وسط لاینای به شکل ستونی، این طرف افقی ان این طرف عمودی. نحوه استفاده از اینها به چه شکله؟ بالفرض این یک سیم مثبت، ما از برد خودمون سیم مثبت رو گرفتیم، می‌خوایم چند تا انشعاب دیگه از این سیم بگیریم. اگر این رو توی هر کدوم از این ستون‌ها قرار بدیم، توی هر کدوم از این تعداد باشه مهم نیست، اینجا یا اینجا یا اینجا اینجا یا اینجا، من بالفرض اینجا می‌ذارم. زمانی که من اینجا قرار دادم، کل این قسمت تا آخر این 5 تا سوراخ همه تبدیل به اون ولتاژ 5 ولت، 10 ولت یا هر ولتاژی که من گرفتم، یعنی یه جورایی این یه تبدیله. میتونیم تعداد سیم هایی که نیاز داریم رو، تعداد خروجی هایی که نیاز داریم رو از همین قسمت مجدد بگیریم، دوباره انشعاب بدیم، توی قسمت های دیگه ای بردبورد خودمون وصل بکنیم و به همین شکل تعداد اون پایه هایی که نیاز داریم رو افزایش بدیم. توی تمام قسمت های مرکزی، تمام این 5 تا ستون ها از پایین به هم توی هر لاین وصل هستن، یعنی از اینجا 1 2 3 4 5 این 5 تا به هم وصلن. اینجا در نظر بگیرید این 5 تا به هم وصلن. و اما این شد قسمت وسط. حالا توی اطراف ما اینجا دو تا لاین داریم که میاد تا وسط. اگر ما همین سیم مثبت، منفی یا هر کدوم از اون سیم هایی که نیاز داریم رو توی هر کدوم از این سوراخ ها قرار بدیم، توی لاین البته، توی ردیف، هیچ فرقی نداره من اینجا بذارم، اینجا بذارم یا اینجا وصل بکنیم، تمام این لاین از وسط تا انتها تبدیل به در واقع چند راهی برای اون سیم ما میشه. اگر این قسمت بذارم، این لاین بغل رو من تبدیل به مثبت، منفی یا اون سیم مد نظر خودم کردم. اگر این سمت بذارم توی این لاین از اینجا تا مرکز، و به همین شکل توی چهار قسمت دیگه بردبورد میتونم انشعاب های خودم رو داشته باشم. در این قسمت میخوایم نرم افزار آردوینو رو با هم یاد بگیریم. دقت کنید ورژن نرم افزاری که ما توی این مجموعه آموزشی ازش استفاده میکنیم ورژن دوم هست. این دوتای دومی خیلی مهم نیست، همین عدد اول مهمه. تو ورژن قبلی یا ورژن یک یه مقدار محیط نرم افزار تفاوت داره. این قسمت ها قبلا نداشتیم، الان اضافه شده که من کاربرد هر کدوم رو خدمتتون عرض میکنم. دقت کنید که زمانی که شما نرم افزار رو باز میکنید به صورت پیش فرض دو تا حلقه وید ستاپ از این قسمت من کلیک میکنم، اول و آخر حلقه رو به هم نشون میده. یه حلقه حلقه ستاپ و یه حلقه حلقه لوپ. این دو تا حلقه رو ما داخل تمام کدهایی که برای آردوینو می‌نویسیم برای هر پروژه‌ای حداقل این دو تا رو داریم. یعنی میتونیم تعداد حلقه های بیشتر یا کتابخونه ها یا
توابع بیشتری داشته باشیم، ولی حداقلش این دوتا رو داریم. حالا تفاوتشون چیه؟ ببینید، یه زمانی هست شما میخواین یک سری ثوابت رو برای اون برد خودتون بنویسید. مثلا میخواین بگین که پای شماره 2 به عنوان خروجی تعریف بشه. خب این رو داخل حلقه ستاپ می‌نویسین، چرا که یه بار همون ابتدای کار کافیه که این رو به برد آوردن بگید و نیاز نیست که هر بار این رو تکرار بکنید. ولی یه زمانی هست شما میخواین یک دما رو از محیط بخونین و متناسب با اون دما یه عملی رو انجام بدین. خب این دما به صورت مرتب باید خونده بشه. پس این دستورها یا اعمالی که به صورت مرتب و همیشگی باید انجام بشن داخل حلقه لوپ نوشته میشن. خب این از اوتا حلقه، بریم که قسمت‌های اصلی نرم افزار رو با هم بررسی کنیم. از منوی فایل میتونید پروژه جدید ایجاد کنین، باز کردن پروژه‌ای که داخل یه درایو یا فایل ذخیره کردین، باز کردن پروژه‌ای که اخیراً روی اونها کار کردیم. قسمت مثال‌ها رو داریم که میتونیم توسط اون مثال‌هایی که برای راه اندازی بعضی از ماژول‌ها داخل خود نرم افزار آردوینو به صورت پیش‌فرض هستن رو انتخاب کنیم. مثلا از این قسمت میتونیم پروژه چراغ چشمک زن رو باز کنیم. برای بستن، برای سیو کردن یا ذخیره کردن این گزینه رو داشته باشین. اینجا شما میتونید فونت یا سایز این متن‌هایی که داخل صفحه اصلی نرم افزار هست رو کم یا زیاد بکنید. من معمولا روی 20 میذارم، شما هم همین 20 بذارید، برای اینکه خیلی نه بزرگه نه خیلی کوچیکه. خیلی خب، این قسمت برای دسترسی سریع برای باز کردن همون قسمت فایل ها هست، خیلی بهش نیازی نداریم. این قسمت میتونید برد خودتون رو انتخاب کنید، چون آردوینو همونطور که خدمتتون عرض کردم مدل های برد مختلفی داره. ما توی این آموزش از برد آردوینو یونو استفاده میکنیم و خب شما میتونید از این قسمت اون برد آردوینو یونو رو انتخاب بکنید، فعلا بهش نیازی نداریم. قسمت کتابخونه ها رو داریم. بعضی از ماژول ها یا قطعات هستن برای راه اندازیشون نیازی که کتابخونه شون نصب کنید. از این قسمت زمانی که شما سیستمتون به اینترنت دسترس داشته باشه میتونین اون کتابخونه خودتون رو جستجو بزنید و به صورت آنلاین از خود سایت آردوینو اون کتابخونه رو نصب بکنید. یه قسمت جستجو داریم، مثلا ما می‌خوایم اسم کلمه void رو جستجو بزنیم. دقت کنید که تمام void هایی که داخل هر تعداد کد که نوشته باشیم برای ما بالا میان و با انتخاب کردنشون میتونیم اونها رو مشخص کنیم. این منو فعلا باهاش کاری نداریم. منوی ادیت رو داریم، زیاد به دردمون نمیخوره. توی این منو شما میتونید از این قسمت که پرکاربردترین گزینه این منو هست، کتابخونه هایی رو که به صورت فایل زیپ دانلود کردین از مرورگر خودتون به نرم افزار اضافه کنین و توی منوی بعدی یا منوی تولز میتونید از این قسمت، دو تا قسمت خیلی مهم داره. یه قسمت برد هست که میتونید مدل برد خودتون رو انتخاب بکنید. همیشه روی آردوینو یونو میذاریم. البته شما ممکنه برد دیگه ای تهیه کرده باشید، مدل برد خودتون رو از این قسمت میتونید جستجو کنید، ولی خب ما چون از آردوینو یونو استفاده میکنیم این تیک رو میزنه. خیلی خب، منوی پورت که فعلا غیر فعال هست، زمانی که شما برد خودتون رو به لپتاپ وصل میکنید اینجا یه پورت اضافه میشه که میتونیم اون مدل یا پورت خودمون رو انتخاب کنیم. ممکنه چند تا برد متصل کرده باشید و بخواید یکی از اونها رو پروگرام بکنید یا کد خودتون رو فقط روی یکی از اونها بریزید. اینجا میتونید تعداد اون بردهایی که متصل شده رو ببینین و اون بردی که میخواین رو انتخاب بکنید. دو تا گزینه خیلی پرکاربرد داریم اینجا. این گزینه زمانی کاربرد داره که شما میخواین بررسی کنین آیا کدی که نوشتین خطای دستوری یا اشتباه تایپی داره یا نه. اگه اینو بزنین، ما چون هنوز چیز خاصی ننوشتیم، باید عبارت دان کامپایلینگ رو ببینیم. و از این گزینه برای آپلود کردن کد خودمون روی برد بعد از اینکه مدل برد و پورتش رو انتخاب کردیم استفاده میکنیم. چون الان من هیچ برد به لپتاپ متصل نکردم، اگه کد رو آپلود کنم باید خطا بده و بگه که بردی متصل نشده به لپتاپ. خیلی خوب، نرم افزار رو کلیاتش رو با هم گفتیم. منوی اصلی، قسمت‌های اصلی، منوی اضافه کردن لایبرری، انتخاب کردن مدل برد و پورت اون و خب دو تا گزینه‌ای که برای کامپایل و آپلود کد استفاده میشه. از آن ما اینجا برد آردوینو رو داریم و نقشه در واقع دو بعدی نحوه اتصالات و سیمبندی های خودمون رو داریم. این نقشه ها توسط نرم افزار فریدزینگ طراحی شده که یک نرم افزار پای الکترونیک هست برای شبیه سازی و طراحی مدارها. اینجا برد آردوینو یونو هست. ما یه دونه LED داریم که توسط یه مقاومت پایه مثلا شماره 3 وصل شده. ما از پایه شماره 3 یه سیم آوردیم. اگر دقت کنید اینجا قشنگ لاینش سبز شده. وصل کردیم توی این سوراخ. دقت کنید. و حالا
میتونیم از هر کدوم از این سوراخ‌هایی که دوست داریم یه سیم دیگه بگیریم به پایه مثبت LED. ما یه دونه سیم منفی داریم، یعنی یه LED کلا دو تا پایه داره، یه مثبت یه منفی. پایه منفی رو که مستقیما وصل کردیم به GND یا همون منفی برد آردوینو خودمون، پایه مثبتش رو میتونیم مستقیم وصل کنیم روی پایه شماره 3. میتونیم یه مقاومت بذاریم. گذاشتن این مقاومت اختیاریه، یعنی اگه نظری میتونید پایه‌تون رو اندازی بکنید، ولی خب بهتره که بذارید. معمولا مقدار 220 اوم هم داره. من برای اینکه یه باری مرور کوچیک داشته باشیم، از پایه شماره 3 برد آردوینو، یه پایه دیجیتال هست، میتونیم توسط اون یک خروجی رو خاموش یا روشن بکنیم. اومدیم و یه سیم وصل کردیم به یه مقاومت و از اون طرف مقاومت به LED خودمون وصل کردیم. اگه این سیم رو مستقیم داخل این لاین قرار بدید، بازم LED خودتون روشن و خاموش میشه، مشکلی نداره. برای تشخیص این که LED شما کدوم پایش مثبته کدوم منفیه، اگر LED رو از نزدیک بهش نگاه بکنید، یه قسمت بزرگتر داره و یه قسمت کوچیکتر. قسمت کوچیکتر پایه مثبت و قسمت بزرگتر پایه منفی است. معمولا پیش فرض از بازار که خرید میکنید، اون آهن یا میله پایه LED ما، اونی که بزرگتر مثبته، اونی که کوچیکتر منفیه. نکته خاصی در رابطه با این نقشه و این مدار نیست. بریم که توی نرم افزار کد مربوط به کنترل LED خودمون رو بنویسیم. دوستان عزیز، وارد نرم افزار آردوینو که میشیم، میخوایم کد راه اندازی چراغ چشمک زن رو با هم بنویسیم. زبان برنامه‌نویسی آردوینو خیلی به زبان محاوره انگلیسی نزدیکه. ما همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، دو تا حلقه کلی داریم. یه حلقه حلقه ستاپ و یه حلقه هم حلقه لوپ. زمانی که من اینجا انتخاب میکنم، خودش آخر رو توی خط 14 نشون میده. اگه دقت کنید، ما یه سری عبارت‌های فارسی اینجا داریم که بهشون میگن کامنت. اینها رو میتونید پاک بکنید، میتونید بذارید بمونه، یعنی سلیقه‌ایه، برای راهنمایی خودتونه. من اینجا مثلا نوشتم حلقه اول تا این تیکه، از اینجا حلقه دوم. اینو برای شکیل‌تر بودن کد می‌نویسیم. میتونید کلا پاک کنید. اینو اگه کامل پاک کنید، هیچ تأثیری توی روند کد خودتون نداره. برای اینکه کامنت بذارید، کافیه دو تا از اینا بذارید. بعدش هر متنی که بنویسید به زبان انگلیسی یا فارسی کامنت میشه، یعنی کامپایلر اون رو فقط به عنوان یه نوشته خالی در نظر میگیره، اون رو توی کد ما لحاظ نمیکنه. وارد حلقه ستاپ میشیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما باید یک پایه خروجی برای نرم افزار خودمون تعیین بکنیم که بعداً با خاموش روشن کردن همون پایه بتونیم اون LED یا هر دیوایس دیگه‌ای که به اون پایه وصله رو کنترل بکنیم. پین میکنیم، دستوری که برای قرار دادن یک پایه به عنوان ورودی یا خروجی استفاده میشه، دستور پین مود هست. پین میکنیم، سنجاق میکنیم، توی مود، توی حالت اوتپوت یا خروجی پایه شماره 3 رو تکرار میکنیم. فرض کنید فارسی میخوایم این جمله رو بگیم. پایه شماره 3 رو به عنوان خروجی تعیین میکنیم. پین میکنیم یا سنجاق میکنیم. پین مود، پایه شماره 3 به عنوان اوتپوت، به عنوان خروجی تعیین کردیم پایه شماره 3 رو. بعدش هم حتما این سمیکالون یا این نقطه ویرگول رو بذارید. این قسمت کلا کامنته، اینو من اگه پاک کنم هیچ تأثیری نداره. فقط گذاشتم که بدونیم کامنت رو میشه گذاشت یا میشه حذف کرد. خیلی خب، اینا رو پاک میکنم، نیاز نیست داشته باشیم. ممکنه یه ذره گیج کننده باشه برای شروع کار. کلا پاک میکنم اینا رو. همونطور که خدمتتون عرض کردم، میتونید بذارید، میتونید نذارید، این سلیقه‌ایه. بعدا اگه یه روزی برگشتین خواستین کد خودتون رو مرور کنید، بدونید که این پایه رو برای چی گذاشته بودید. ما توی حلقه ستاپ فقط پایه شماره 3 رو به عنوان خروجی قرار میدیم. حالا میخوایم این پایه رو به صورت مداوم خاموش و روشن بکنیم. پس دستورهایی که به صورت مداوم قرار اجرا بشه، داخل حلقه لوپ یا حلقه چرخشی خودمون نوشته میشه. بعد از اینکه وارد حلقه لوپ میشیم، ما میخوایم این چراغ خودمون رو به صورت 1 ثانیه روشن و 1 ثانیه خاموش مدیریت بکنیم. توی حالت پیش فرض ممکنه شما به ذهنتون بخوره که روشن و خاموش شدن یه چراغ 2 مرحله بیشتر نداره، روشن و خاموش. ولی توی منطق کد نویسی تمام جزئیات رو ما باید بهش دقت بکنیم. این چراغ روشن میشه، یه مدت زمانی روشن میمونه، خاموش میشه و یک مدت زمانی رو خاموش میمونه و این حلقه به صورت مرتب تکرار میشه. پس دقت کنید، ما 4 مرحله داریم. همونطور که دقت میکنید، ما اینجا 4 خط کد داریم. خط اول اومدیم چراغ خودمون رو روشن کردیم، یا پایه شماره 3 رو مقدار ولتاژش رو 5 ولت قرار دادیم، به صورت دیجیتال
رایت کردیم، یعنی ما میخوایم دیجیتال باشه نه آنالوگ. دیجیتال رایت میکنیم، مینویسیم روی پایه شماره سوم مقدار های رو. ببینید این عبارت هایی که با حروف بزرگم نوشته شده معادل همون یک هست. گفتیم که اون پایه اگه یک باشه روشنه، اگه صفر باشه خاموش. میتونید به جای همون های عدد یک رو بنویسید، یا به جای لو برای خاموش کردن عدد صفر رو بنویسید. ولی خب ما فعلا اینا رو گذاشتیم که بدونید. توی خط شماره 9 چراغ روشن شد، توی خط شماره 10 من 1000 میذارم، یک ثانیه روشن باقی میمونه. توی خط شماره 11 لو میشه یا خاموش میشه همون پایه، یا همون چراغ یا همون خروجی ما بهش وصل کردیم، چون خود برد تشخیص نمیده، این ماییم که میایم از اون پایه استفاده میکنیم. و توی خط شماره 12 یک ثانیه خاموش میمونه، روشن شد یک ثانیه روشن موند، خاموش شد یک ثانیه خاموش موند. حالا که به آخر کد رسیده دیگه بر نمیگرده از اول حلقه ستاپ. اینو قبلا بهتون گفتم فقط یه بار اجرا میشه، میاد از اول حلقه لوب و این قسمت تا زمانی که برد دستگاه ما روشن هست اجرا میشه. نکته خاصی در رابطه با این نیست، من فقط برد خودم رو وصل بکنم. اگه دقت کنید منوی تولز برد رو آردوینو یونو انتخاب کردیم ولی پورتش رو مشخص نکردیم، میبینید که غیر فعاله. اگه من الان برد خودم رو به لپتاپ وصل کنم میبینید که توی قسمت تولز یه پورت اضافه شده به اسم کامیکیشن یا همون کام شماره 9 و داخل پرانتزم نوشته آردوینو یونو. روی لپتاپ های شما ممکنه این پورت ها پیش فرض وجود داشته باشه، ممکنه زمانی که وصل کردید به جای پورت شماره 9 10 بیاره 3 بیاره، روی لپتاپ های یا کامپیوتر های مختلف متفاوته. ولی شما فقط کافیه این رو قطع بکنید، یه بار ببینید که خاموش شده، وصل که بکنید برد خودتون اضافه میشه و پورت اون رو میتونید مشخص کنید. من الان این کد رو نوشتم، روی برد رو انتخاب کردم، روی برد آپلود میکنم، ببینید در حال اول کامپایل میشه، چند لحظه طول میکشه، در حال آپلود. پس کدی که ما نوشتیم روی برد آپلود شده. اگر ما الان از پایه شماره 3 مطابق اون تصویری که داشتیم یه LED بهش وصل بکنیم، اون LED باید به صورت یک ثانیه یک بار خاموش و روشن بشه. بریم روی سخت افزار مدار خودمون رو ببندیم. عزیزان دقت کنید، زمانی که شما از طریق لپتاپ اقدام به آپلود کردن کد خودتون میکنید، این گزینه رو میزنید و کد روی برد خودتون فرستاده میشه، دو تا چراغ با اسمهای تیس و آریکس روی برد خودتون هست که زمانی که کد داره دریافت میشه این چراغ ها شروع میکنن به چشمک زدن، و این چشمک زدن به معنای اینه که این ارتباط بین برد و لپتاپ شما یا کامپیوتر شما درسته و داره انجام میشه. خب من آپلود میکنم، میبینید که چراغ ها چند لحظه چشمک میزنن و عبارت دون آپلودینگ رو روی لپتاپ میبینیم. پس کد ما ارسال شد. خیلی خب، حالا میخوایم LED خودمون رو به برد خودمون وصل بکنیم. فرض کنید این برد آردوینوه، دقت کنید پایه شماره 3، پایه شماره 3 همون پایه‌ای که ما داخل نرم افزار خودمون نوشتیم که LED پایه مثبتش باید بهش وصل بشه. پس من یه سیم از پایه شماره 3 خودم میگیرم، دقت کنید دارم اینجا قرار دادم دقیقاً روی پایه شماره 3. خیلی خب، حتی روی اون بردی که کد رو آپلود کردیم من بهتون میگم، ولی اینو آوردم بالاتر که راحت‌تر ببینید. خیلی خب، روی پایه شماره 3 0 1 2 3 کنارش هم نوشته شده، وصل میکنم، بردبورد خودم رو میارم، یه دونه LED داریم، یه پایه بلندتر به معنای پایه مثبت و یه پایه کوتاهتر که همون پایه منفی. اگه داخلش هم نگاه بکنیم قسمت بزرگتر داخل LED میشه پایه منفی، قسمت کوچکتر میشه پایه مثبت. توی هر دو تا سوراخی که دوست دارین روی بردبورد میتونید LED خودتون رو وصل کنید. من به فرض این پایه مثبت رو سمت راست اینجا قسمت قرار میدم، اینم این طرف، اینجا شد پایه منفی، اینجا شد پایه مثبت. حالا سیمی که از پایه شماره 3 برد آردوینو میگیریم، یعنی همون سیم سبز رنگ رو، به یکی از این لاین های کنار اینجا، به یکی از این سوراخ ها وصل میکنیم که دقیقا همراستا با اون سوراخی باشه که پایه مثبت خودمون رو وصل کردیم. وصل میکنم، حالا سیم منفی خودمون رو باید وصل بکنیم. توی همین ستون یکی از اینایی که
های منفی الید رو گذاشتیم. یه سیم وصل میکنیم. حالا ما روی برد آردوینو یه سری پایه داشتیم بنام پایه‌های منفی. دو تا این قسمت، یکی هم اینجا نوشته GND یا همون منفی یا گران. به هر کدوم از اینها که وصل بکنید داره ما درسته و باید کار بکنه. میریم که اتصال خودمون رو برقرار کنیم. یه سیم سبز رنگ از پایه مثبت LED گرفتیم و یه دونه سیم سفید رنگ هم از پایه منفی. اگر روی پایه GND یا منفی خودمون وصل بکنیم، چون ما قبلا کد رو روی بورد آپلود کردیم، دقت کنید که هر یک ثانیه یک بار این LED چشمک میزنه. خب ما میتونیم این کار رو عوض بکنیم. یعنی چیکار کنیم؟ اون تایم خودمون رو به جای یک ثانیه، مثلا من اینجا عوض میکنم، میذارم مثلا 2 ثانیه روشن یا 2000 میلی ثانیه. خط شماره 10 توی خط شماره 12 مثلا 500 میلی ثانیه یا نیم ثانیه. یعنی 2 ثانیه روشن میشه، نیم ثانیه خاموش میشه. خودو آپلود میکنم، 2 ثانیه روشن، نیم ثانیه خاموش، 2 ثانیه روشن، نیم ثانیه خاموش. باز عوض میکنیم، 500 میلی ثانیه یا نیم ثانیه روشن و نیم ثانیه خاموش. میتونید برای تمرین خودتون این رو تغییر بدین، شماره پایه‌ای که استفاده میکنید رو عوض بکنید، به جای پایه شماره 3 از پایه 4 5 6 7 تا 13 هر کدوم دوست دارید استفاده بکنید. میتونید به جای LED قرمز از LED مثلا سبز رنگ استفاده کنید. من عوض کنم، پایه بلندتر مثبت، پایه کوتاه‌تر منفی، توی همون ستون قرار میدم. ببینید که هیچ فرق نداره چه رنگ LED بذاریم، چه قرمز باشه چه سبز یا رنگ دیگه‌ای. فقط کافیه که مدار خودمون رو مطابق اون چیزی که خدمتتون عرض کردم ببندیم، یه پایه مثبت یه پایه منفی. اگه دقت کنید ما داخل تصویر نقشه برد خودمون یه دونه مقاومت سر راه پایه مثبت گذاشتیم. اون دل بخواهیه میتونید بذارید میتونید نذارید. اگه دوست داشتید میتونید توی پروژه‌های خودتون اون رو هم تست بکنید. نحوه بستنش هم اینجوریه که پایه یه سمت دیگه میخوره. خب از من یه مقاومت پیدا کردم. دقت کنید یه دونه سیم سفید رنگ که همون سیم منفی ما بود مستقیم توی همون ستون میخوره. حالا ما نمیتونیم دیگه مستقیم اینو وصل کنیم چون میخوایم مقاومت بذاریم. اینو این بغل میذاریم داخل یه ستون دیگه و از داخل همون سوراخ، یعنی تو همون ردیف ستون، مقاومت پایه مثبت منفی نداره، هر طرفی بذارید اوکی میذاریم. اون یکی رو وصل میکنیم روی پایه LED. دقت کنید الان ممکنه داخل دوربین معلوم نباشه، ولی با شدت نور خیلی کمی این LED داره چشمک میزنه. فکر نکنم داخل دوربین معلوم باشه. دلیلش اینه که ما از مقاومت 1 کیلو استفاده کردیم. حتما مقدار مقاومتی که میذارید 220 اوم تا 330 باشه که اون شدت نور LED که شما دارید مشاهده میکنید کاملا مشهود باشه. ما نمیتونیم اینجا چراغ رو خاموش کنیم که این معلوم باشه. من برمیدارم دوباره همون پایه خودش رو وصل میکنم. میبینید که داره چشمک میزنه. چند لحظه پیش با هم مقاومتم داشت چشمک میزد، ولی خب باید مقدار مقاومت کوچیک‌تر بذارید. عزیزان، پروژه راه اندازی چراغ چشمک زن یا LED بینینگ که خودمون رو با هم انجام دادیم، من پایه شماره 3 انتخاب کردم. شما به عنوان تمرین پایه شماره 4 5 6 7 هر کدوم که دوست دارید انتخاب بکنید بین 0 تا 13 و همچنان پیشنهاد می‌کنم که پایه 0 و 1 رو انتخاب نکنید فعلا. این از این موضوع. یه دونه پایه مثبت، یه دونه پایه منفی. اومدیم تو کدنویسی خودمون توی حلقه ستاپ یه پین مود کردیم، پایه شماره 3 رو به عنوان آوتپوت سنجاق کردیم، پایه شماره 3 رو به عنوان خروجی یه خروجی تعیین کردیم. توی ادامه کد توی حلقه لوپ اومدیم 1 ثانیه روشن کردیم، 1 ثانیه خاموش، و اون مقدار ثانیه و مقدار زمان رو میتونیم با اون عددی که داخل تابع دیلی میذاریم راحت کم و زیاد بکنیم. به عنوان تمرین میتونید چند تا LED رو با هم راه‌اندازی کنید، 3 تا بذارید، 4 تا بذارید، پایه‌های مختلف رو امتحان بکنید و اینجور کارا. توی ادامه پروژه ها ما از این LED ها خیلی استفاده میکنیم، پس دقت کنید که این پروژه اولی رو حتما با یک سری تمرین انجام بدین و توی ادامه پروژه ها بتونید حتما تسلط خودتون رو داخل بحث کد نویسی های پایه که همون دیجیتال رایت و تابع دیلی و تابع پین مود بود، این سه تا دستور رو با هم حتما داشته باشید. عزیزان، پروژه‌ای که الان می‌خوایم با هم کار کنیم راه اندازی چند تا چراغ چشمک زنه. تو پروژه‌های قبلی ما داشتیم که یه دونه چراغ در نظر می‌گرفتیم، رو پایه شماره 3 وصل کرده بودیم، روشن و خاموشش می‌کردیم. حالا می‌خوایم یه پروژه تلفیقی داشته باشیم، یعنی چند تا چراغ رو خاموش و روشن کنیم. دقت کنید توی این پروژه ما 3 تا رو می‌خوایم خاموش و روشن می‌کنیم، تنظیمشون می‌کنیم. 3 تا چراغی که خاموش و روشن می‌شن.
اگه یکم فکر کنید، سر چهار راه، چراغ راهنمایی، سه تا چراغ هستن که توی بازه زمانی مختلف خاموش و روشن میشن. در واقع شما میتونید کد راه اندازی یه دونه چراغی که سر چهار راه هست، چراغ راهنمایی رانندگی، اون رو بیارید و اینجا پیاده سازی بکنید و تست عملی اون رو داشته باشید. ماژولی که ما برای راه اندازی این پروژه داریم، ماژول چراغ راهنمایی، خودش رو اندازه نمی‌کنم، من سه تا چراغ وصل می‌کنم روی بردبورد، میخوام سیم بندی رو خیلی دقیق‌تر داشته باشین. این ماژول 4 تا پایه داره، یه منفی با 3 تا مثبت که برای هر کدوم از LED‌ها یک پایه گذاشتن. اینا رو اندازه نمی‌کنم، خود بردبورد رو میارم، سیم بندی رو مستقیم وصل می‌کنم که اون حالت سختش رو انجام داده باشیم دیگه، وصل کردن این براتون راحت باشه. بریم که نقشه و کدش رو با هم بررسی بکنیم، سخت افزارش رو با هم ببندیم. عزیزان، این نرم افزار فریتزینگ، عکسی که من از طراحی داخل نرم افزار فریتزینگ گرفتم، پایه شماره 2، 3 و 4 برد آردوینو رو به عنوان 3 تا پایه‌ای که می‌خوایم LED های خودمون رو توسط اون کنترل بکنیم به پایه های مثبت LED ها وصل کردم و همه منفی های LED ها رو هم به برد آردوینو وصل کردم. دقت کنید داخل این نرم افزار منفی رو کلا یه لاین در نظر میگیره، یعنی اینجا که وصل کردیم منفی رو، کل این لاین رو منفی در نظر گرفت، ولی داخل حقیقت اینجور نیست. همونطور که خدمتتون عرض کردم، از اینجا که شروع کنیم تا وسط منفی میشه، زمانی که ما منفی خودمون رو داخل این لاین بذاریم، یعنی دقیقا از اینجا تا این قسمت، من هر جایی که سی منفی خودم رو قرار بدم، این لاین کلا تبدیل منفی میشه و منفی های LED های خودم رو میتونم از اونجا بگیرم. ولی داخل نرم افزار فریزینگ اصلا به این شکل نیست، زمانی که اینجا وصل میکنیم کل لاین تا آخر منفی میشه. پس این نکته رو دقت داشته باشین، حالا رو سخت افزار براتون بیشتر توضیح میدم. سه تا LED داریم، همه رو منفیاشون رو با هم یکی کردیم، به بورد آردوینو خودمون وصل کردیم، پایه شماره 2 رو آوردیم وصل کردیم توی این لاین و از اینجا مقاومت رو وصل کردیم. توی نقشه من مقاومت وصل کردم، ولی دوباره توی حضوری برای اینکه شدت نور LED قشنگ معلوم باشه تو دوربین، مقاومت ها رو حذف کردیم. پایه شماره 3 به همین شکل و پایه شماره 4 هم به همین شکل به پایه های مثبت LED های ما وصل میشه. نکته خاصی در رابطه با سیم بندی پروژه خودمون نداریم، کلا سه تا پایه مثبت یه پایه منفی میاریم که سه تا پایه منفی LED های خودمون همه به اون وصل میشن. بریم که کدش رو با هم بررسی بکنیم. خب عزیزان، من کدش رو از قبل نوشتم، دقت کنید. حلقه اول میشه حلقه ستاپ ما، پایه شماره 2، پایه شماره 3 و پایه شماره 4 این همون چیزی که داخل تصویر یا نقشه مدار خودمون داشتیم. اومدیم پین مود کردیم به عنوان خروجی، یعنی سه تا پایه رو ما داخل خط 4م، 5م و 6م به عنوان خروجی تعیین کردیم که از این سه تا پایه برای کنترل کردن LED های خودمون استفاده میکنیم. حلقه ستاپ تموم میشه، وارد حلقه لوپ میشیم. خط 10م دیجیتال رایت کن پایه شماره 2 رو های. ما اومدیم اول از همه پایه شماره 2م رو روشن کردیم. اینا که همه کامنت، این قسمت های فارسی همه کامنت، هیچ تأثیری توی کد ما نداره. من فقط برای اینکه شما زمانی که میخواید کد رو مرور کنید بدونید هر دستور رو برای چه کاری نوشتم. اینجا تعیین وضعیت فعال یا همون روشن بودن برای پایه شماره، اینجا نوشتیم 3، اینجا 2. خیلی خوب، هیچ فرقی نداره، اینجا میتونید عوض کنید، کلا همه رو 2 بذارید، 3 بذارید، هیچ فرقی نداره. اینجا پایه شماره 2 حالا روشن شد، یک ثانیه روشن موند. خط 12م پایه شماره 2 همچنان خاموش میشه و یک ثانیه خاموش میمونه. پس روشن شد، یک ثانیه روشن موند، خاموش شد، یک ثانیه خاموش موند. حالا کار ما با پایه شماره 2م کلا تموم شد. میریم که LED بعدی رو با هم بررسی بکنیم. میایم پایین داخل خط شماره 15 به صورت دیجیتال، آنالوگ نیستان، دیجیتال رایت کردیم، نوشتیم روی پایه شماره 3م مقدار های رو، یعنی توی این دستور ما پایه شماره 3م رو روشن کردیم. یه ثانیه صبر کردیم داخل خط 16، خط 17م اون رو خاموش میکنیم، داخل خط 18م هم یک ثانیه صبر میکنیم. خط شماره 10 تا خط شماره 13 ما کلا با پایه شماره 2م کار میکردیم، روشن و خاموشش کردیم. توی خط 15 الی خط 18 دقیقاً پایه شماره 3م رو روشن و خاموش کردیم و الان توی خط شماره 20 تا خط شماره 23 پایه شماره 4 رو، همه زمان ها رو هم دقیقاً روی یک ثانیه قرار دادیم. میتونید به میل خودتون به جای یک ثانیه 10 ثانیه بذارید، 15 ثانیه بذارید، مقدارش رو نیم ثانیه بذارید، خاموش شدن ها رو، روشن شدن ها رو کنترل بکنید و به این شکل
و اونجوری که دلتون میخواد اون چراغ راهنمایی خودتون رو کنترل بکنید.